السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك تواه وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله از یاران یاوران سرداران حضرت باشيم سلواتی سرداری بفرستیم اللهم تبریک بگیم خدمت همه دوستان انشالله این عید تجدید سربازی و تجدید یاری و یاوری بر همه ما انشالله مبارک باشه و این بیعت جدید انشالله برای ما راه گشا باشد ان شاء الله خدای تعالی به هممون امداد بکنه که مانعیتی در برابر ظهور حضرت نباشیم و بلکه معید و یاوری برای ظهور حضرت باشیم ان الله این روز رو تجدید بیعت و تجدید پیمان دوباره با امام عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم و برای هممون انشالله مبارک و میمون باشه و برای دشمنان ما ناامید کننده و انشالله باعث ذلت و خاری سرفکندگی انشالله سرنگونی انشالله خلاصه اون وعده الهی در وجود هممون به برکت وجود حضرت و در جامعه اسلامی و در جامعه جهانی به برکت هرچه هر چه زودتر ان الله تحقق پیدا بکنه و اون آرمانهای بلند پیاده شدن توحید رو هممون شاهد باشیم و ببینیم و جزو در حقیقت به و اقام کنندگانش ان باشیم و حز توحید رو به جامعه بشری ان هم بچشیم هم بچشانیم ان یه صلوات دیگه هم بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه جا داشت اگر حواسمون بیشتر بود امروز رو در همین مورد صحبت میکردیم اما میشه صحبت کرد اما با این حال حالا اجازه اگر بدید باز هم دنباله بحث رو داشته باشیم تا انقطاعی هم در بحثمون ایجاد نشه هرچند اونچه که به عنوان بحث امروز هم مطرح است گوشهی و رشهی و ظهوری از همین حقیقته هم به واسطه اینکه قرآن کریم است هم به واسطه اینکه این حقیقت در قرآن کریم مربوط به یکی از صالح ترین افرادی است که در قرآن کریم از او به عنوان اسوه و الگو نام برده که ابراهیم خلیل الرحمن که دین او مظهر و مبدع همه ادیانه و خود او به عنوان نزدیکترین فرد به در حقیقت اولیاء محمدیین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین صلی الله علی محمد و آل محمد جانم حالا جا داره صحبت عرض میکنم ولی حالا اگر اجازه بدید بالاخره به بحثمونم بپردازیم این مطلب نافعه اون بحثم نافعه جای دوری نرفته مفیدم هست اما چون این سلسله بحثی است وقت یه جلسه خاصی رو میطلبه چون سلسله بحث بعد یه سری نوار گوش میدن براشون بی معنی میشه میگن این چه ربطی داشت به بقیه الان شما تو مناسبتید وقتی تو مناسبتید قشنگ براتون در حقیقت مسئله چی هستش تناسب داره با این امروز اما اون بعدی که کسی گوش میکنه لذا من گاهی قبلا یه سری مسائل رو عرض میکردم گاهی در بین کلمات ابتدای صحبت گاهی به مناسبت های صحبتی میکردم بعدا دیدم یک بند خودههایی گاهی میگفتن که ما که گوش میکنیم اون مناسبت نیست اون مطلب اونقدر به همون مزه نمیده که اون وقتی بوده که سر همین مناسبت ها رو کم کردیم یعنی خیلی دیگه بیانی یادتون اگر بیاد اوایل هر مناسبتی بود بله آره <applause> اینم میگه جنبه قایبین رو ترجیح دادیم بر جنبه حاضرین حالا ایشالله باید یه جمعی کرد او بحث مفیده ایشالله توی وقت دیگری اگر فرصت شد ایشالله خدمتون هستیم در روایت در آیه شریفه می‌فرماید که این مرتبطه و من یرقب و ان ملت ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم و من یرقب ملت ابراهیم الا من صفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین که این دعای شریفه بسیار آیاته بلند و عظیمی در مورد ابراهیم خلیل الرحمن است که ابتدا میفرماید که و من یرغب هر کسی در هر زمانی کم تعبیر به این بلندی به این در حقیقت فرازمانی به این در حقیقت ابدیت که میفرماید و من یرقب عن ملت ابراهیم هر کسی که روی گرداند از دین ابراهیم از دین ابراهیم هر کسی که روی گرداند در حقیقت کسی و من یرقب و ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه الا کسی که چی باشد عقل او در حقیقت خچدار باشد صفاحت داشته باشد و عاقل نباشد من صفح نفسه صفاحت در مقابل عقله به کسی که بی عقله میگن صفیح من صفح نفسه کسی که تصفیح کنه خودش را کسی که خودش رو در حقیقت کار بکنه به بیعقلی بزند خودش رو به صفاحت بزند خودش رو صفیح کند یعنی برگشتن و میل نداشتن به دین ابراهیم هم به مسلمان میگه هم به یهودی میگه هم به نصرانی میگه هم به همه صاحبان ادیان توحیدی و همه مردم خطاب میکند که رویگردان رویگرداندن از دین ابراهیم رویگرداندن از عقل صفاحت است اون عقل فطری که در درون همه هست یعنی نشون میده دین ابراهیم خلیل دین فطرت تام است که در سرتا سر در حقیقت عالم از زمانی که ابراهیم این در حقیقت دین رو ابلاغ کرده و اظهار کرده این دین خلیل بر اساس فطرت محض است که همه در حقیقت ما باید نسبت به این چی باشند؟ راقب و در حقیقت علاقمند و مائل باشند که هر کسی از او رو بگرداند لذا نبی ختمی به عنوان در حقیقت یکی از چی میشه؟ میگن پیغمبر در دوران قبل از نبوتش دینش چی بود؟ دین حنیف داشت که دین ملت ابراهیم حنیفن مسلمن که اون حنیفن مسلمن دین ابراهیم خلیل است که این دین البته ممکنه یه سری احکامه جزئیش تغییر کرده باشه اما شالوده دین شالوده چی هستش؟ شالوده فطرت محزه است همه ادیان شون شالوده فطرت محزه است اما به لحاظ احکام خاصی که پیدا میکنند به لحاظ رنگ و بویی که زمان اونها پیدا میکند به لحاظ اقتضاعات و استعداداتی که زمان اون نبی پیدا میکند به رنگ در حقیقت اون استعدادها اجابت میکنه خدای تعالی توسط اون نبی چی را؟ توسط اون نبی در حقیقت احکام را تا با فطرت هم سازگار باشد هم در عین سازگار بودن با فطرت با اقتضاعات زمان هم چی باشه تناسب داشته باشه درسته اما اون دینی که ابراهیم خلیل در حقیقت آورده که همه تابع او هستند در اصلش او در حقیقت به اینکه ابراهیم نزدیک ترین فرد است به امت ختمی نسبت به همه ادیان وجود اون نبی, خ... نبی, در حقیقت ابراهیمی اون نبی وجودش اطلاقش از همه انبیاء دیگه نزدیکتر است به نبی ختمی لذا بقیه انبیا هم و بقیه هم به ملت او و به دین او ترغیب شدن و دعوت شدن به تبعیت از دین او منتها اون شالوده فطرته در ابتدای امر دین نبی ختمی تکمیل فطرته این تعبیر که و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین بله این که در حقیقت صفح نفسه یعنی خودش داره تصفیح میکنه نفس خودش رو چون نفس در مقام چی هستش؟ نفس در... چون خودش خودشه دیگه صفح نفسه او الا من صفح میتونست بگه کسی که صفیح باشد درسته؟ سفه نفسه او یعنی اون نفسی که فطرت در درون او هست و او در حقیقت حجت بر او تمام است این داره صفح نفسه او تصفیح میکند او را پذیرش میده به او داره داره چیکار میکنه او رو این مطلب رو به او میپذیراند که انهو در حقیقت این میل نفس برای رغبت به ملت ابراهیمی است این داره با زور این در حقیقت این کار بر او چکار میکند تحمیل میکند که نفس انسانی همونجوری که در روایت شریف هم میفرماید که کل مولود نیولد و علل فطره و اینم دین فطرته و فابواه و حودانه و یونسرانه این در حقیقت چی هستش صفه نفسه او یعنی داره تصفیه میکند این نفس را این تصفیه کردن که انه زور اجبار یک حالت خلاف طبیعت اولی این نفس انسانی است که فطرت در درون او هستش الا من صفه نفسه او ولقد استفیناه فی الدنیا ما او رو در دنیا برگزیدیم آیا دنیا مبد آخرت هست یا نیست؟ آیا آنچه که در دنیا کمال ایجاد بشه در آخرت هست یا نیست؟ هر کمالی که در دنیا ایجاد شود به شرطی که این کمال تا پایان و عمر انسان باقی بماند قطعا و قطعا در آخرت هست پس میفرماید که لقد استفیناه فی دنیا چرا قید دنیا آورد با اینکه در خیلی از آیات استفا که مربوط به انبیاء دیگه هستش قید فی دنیا نیامده مثلا نسبت به مریم سلام الله علیها میفرماید که ان الله استفا که نه استفا که فی دنیا ان الله استفا که و تحرکه و استفا که الان سائل آلمین اونم الان سائل آلمین رو که آورده در سومی که اولی که استفا که برای خود خدا بوده اون استفا محض است اینجا میفرمد لقد استفیناه و ما او را برگزیدیم در دنیا چرا به لحاظ قیدی است که در دومی آمده و انه فی الاخرت لمن الصالحین به لحاظ اینکه دومی قید دارد که در آخرت ابراهیم از صالحین است قطعا قبلا این گمون کنم شبیه این قبلا آمده بود که عرض کردیم خدمت دوستان که انه فی الاخرت الا من الصالحین این که در آخرت از صالحین است نه این که از صالحین نبوده ابراهیم همه انبیا از صالحین بلکه یه شان انبیا صالح بودنه درسته اما صالحین مراتب دارد این صالح بودن در اینجا به معنای اطلاق صلوحه به معنای اطلاق سلوه اطلاق سلوه یعنی اون مقام مرسل سلوح که دیگه ذات در مرتبه صلاح محضه مطلقه قرار می گیرد این انه فی الاخرت لمن الصالحین یعنی ابراهیم با همه عظمت و بزرگی که نسبت به همه انبیا و همه افراد بشر داشته اما یه مرتبه ای از وجود او نسبت به اون مقام اطلاقی و ارسالی مس پایینتره و اون حقیقت برای ابراهیم در آخرت محقق خواهد شد یعنی اینجا طلبش برای ابراهیم بود عملش بود که طلب کنه او را اما تحققش محقق نشد براش عمل اقتضایش و طلبش بود اما این طلب استعداد این طلب کامل و تام نبود که در همین دنیا چی بشه؟ محقق بشه لذا در آخرت من از صالحینه چون در آخرت من از صالحین ذکر شده این بیان حقیقتش ربط هر کسی در آخرت صالحه آیا از صلاح دنیا نشأت گرفته یا نه همون جوری که قبلی گفتیم هر کی در دنیا مصطفاست در آخرت هم مصطفاست هر کسی در آخرت مصطفاست در دنیا هم مصطفاست قطعا درسته هر کسی در آخرت صالحه در دنیا هم صالح قطعا اینا در حقیقت دو طرف تلازم دارن با هم دیگه لزوم استلزام نیست تلازم دو طرفیه یعنی این باشد اون هست اون باشد این هست تلازمه یعنی از دو طرفه اگر دیدیم کسی در اونجا صالحه قطعا تو دنیا صالح بوده چون آخرت حقیقتش چی هستش ظهور و انفطار عالم دنیاست درسته ممکنه به احسن ما عملو جزا داده شده باشه اما احسن ما عملوست یعنی ما چی محقق است پس او تطابق دارد با این اینم تطابق دارد با اون منتها با سعه آخرت نسبت به دنیا دیگه با حفظ سعه آخرت نسبت به دنیا این تطابق هست چرا این دو تا رو هر دو رو مقید کردن استفیناه فی الدنیا دنیا انهو فی آخرت لمن از صالحی ارز کردیم اینجا طلب اون صلوح بود اما تحققش محقق, محقق نشد براش استعداد تام نبود برای این سلوه مطلقه اما طلبش محقق شد چون طلب محقق شد و طلب هم خودش عمله پس فل آخرت در حقیقت چی میشه؟ لحوق پیدا میکند غیر از کسی است که تو آخرت خودش چی هستش با تطابق با دنیا اون مقام سلوه رو داشت به ذات این در حقیقت یه رتبه از او چی هستش؟ یه رتبه متأخره لحوق به اون مرتبه پیدا میکند این در حقیقت لذا چون قید آخرت رو در اونجا لازم بود بیاره برای اینکه نشون بده این مقام در آخرت تحقق پیدا خواهد کرد مبدعیت عمل طلب دنیا بوده اما مبدعیت تحقق در آخرته یعنی این تحققش تو آخرت محقق شده تو دنیا نبوده درسته؟ لذا اولی هم که استفا بوده استفای در دنیا با ذکر کردن در دنیا چیزی رو ناقص نکرده چون هر کسی که در دنیا مصطفا باشد در آخرت قطعا مصطفا است لذا استفای ناحف دنیا یه تناسب بسیار عالی پیدا میکند که با فل آخرت لمن از صالحین بله خب دیگه اگر دقت بکنید به جواب واضحه چون اون چی که در آخرت براشون محقق است از سلوح اینجور نبوده که اینجا طلبش باشه اونجا محقق شده باشه بلکه سلوح هم اینجا محقق شد مثل انبیای دیگه که استفاشون دقت میکنید و سلوحشون در اون مقام سلوح مقیدشون دنیا و آخرتشون یکی بوده لذا تقیید نکرده انبیای دیگر رو هم که این در دنیا مصطفی حضرات یا نبی ختمی که اینجا در حقیقت مصطفی است. این استفاع نبی ختمی چون در مقابل قیدی از آخرت نبوده در مقابل در حقیقت یک مقید نسبت به آخرت نبوده استفا مطلق ذکر شده لزومی نداشته به ذکر دنیا اینجا چون فل آخرت در اونجا تحقق فقط محقق میشه و در دنیا نبوده نسبت به سلوح نسبت به استفا هم چکار کرده تر این مسئله رو چکار کرده رعایت کرده که این در دنیاست اون در آخرته دقت میکنید اما بودن این در دنیا ضرری به این میزنه یعنی این در آخرت مصطفی نیست هر چیزی که در دنیا محقق باشد قطعا در آخرت محقق هست این زمیمه این اصل ثابت نشون میده که استفای در دنیا در اینجا فت دنیا ضرری نمیزد اما اگر میفرمود که ولقد استفیناه و انه فی الاخره لمن الصالحین این گویایی رو نداشت که انه فی الاخره لمن الصالحین یعنی چی با اینکه سه تا آیه دیگه در مورد ابراهیم خلیل وارد شده که اون سه تا آیه هم در حقیقت فل اخرت لمن الصالحین رو بیان کرده که حالا نمیدونم مرحوم علامه اون سه آیه رو آورده یا نیورده سه آیه دیگری هستش که اون سه آیه هم در حقیقت داره مون تا به این سبک و سیاق نیست نیورده ایشون بله نیوردن ایشون این, این ایشون. بله انبیاء. نه دیگه ارز کردم که استفاع در دنیا مطلق است یعنی لقد استفاعی فی دنیا مقید نیست به دنیا چون نداریم کسی در دنیا استفاع پیدا کرده باشد یعنی مقام معنوی این مقام معنوی در آخرت نباشد اما داریم مقامی در آخرت تحقق پیدا کرده باشد در دنیا طلبش باشد نه تحققش که انه فی الاخره من الصالحین نشون میده در دنیا طلبش بوده در آخرت تحقق پیدا کرده نبوده کدوم طلبش بوده نه, بوده. نه اون طلب اطلاقی خودش یه مقامه طلب اطلاقی خودش یه مقامه هر کسی دست نداره به این حتی بقیه ی انبیاء علیهم السلام که صورت اطلاقی حضرات محمدین صلوات الله و سلام علیهم را که می دیدند و طلب در وجودشون نقش می بست، طلب در حد وجودیشون بود تنها کسی که به این افق نزدیک بود و فهمید که این <تصفح> این مقام چه مقام اطلاقی است و طلبش در وجودش محقق شد ابراهیم خلیل الرحمن بوده در بین همه انبیا لذا هیچ کدام از انبیای دیگه نه سابق نه لاحق به این مقام لذا داریم در روایات متعددی ما که پیغمبر اکرم اولین کسی است که از انبیا برمیخیزه در قیامت و بعد امیر مؤمنان و بعد ابراهیم خلیل ابراهیم خلیل در جانبی از پیغمبر می استه و همه انبیا بعد از ابراهیم و از این طرف امیر مؤمنان علیه السلام و در جانب او همه اولیا یعنی نزدیک این اعتبار نیست بحث در حقیقت کنار قرار این نشون دهنده این است که واسطه فیض از نبی ختمی به همه انبیاء دیگه از طریق ابراهیم خلیل بوده که همین ملت ابراهیم که در اینجا اومده داره بیان حقیقت رو میکند بیان این عظمت رو میکند لذا ابراهیم خلیل نزدیکترین فرد در دنیا و در آخرت به نبی ختمی که همون الحاق در آخرت به صالحینه این لحوقه اما استفیناه هف دنیا بلحاظ این الحاق در آخرت که در آخرت ذکر میخواسته و لازم بوده ذکر شده ف دنیا ذکر شده اما ف دنیا ضرر میزنه به استفا ضرری دارد برای استفا نه ضرری ندارد چون هر مقامی که کسی در دنیا پیدا کرده باشه قطعا در آخرت این مقام محقق است مقام معنوی هر که باشد در آخرت محقق است و ضرری و در حقیقت از او کمتر هیچگاه کسی نخواهد شد بلکه خدای تعالی به احسن ما عملو جزا میدهد یعنی کسی که در دنیا مصطفی است در آخرت قطعا مصطفی است به علاوه درسته به علاوه نمیدونم تونستم حق بالاخره ظاهری این کلمات رو ادا بکنیم با اون که علامه فرمودن و بیان کردن یا نه نمیدونم بله یعنی تونستم همین مقدار کلامی رو که حق که ادا نمیشه اما همین مقدار کلام رو تونستیم بیان بکنم درست که خدای نکرده شبهی ایجاد نشده باشه در مسئله بله ما نگفتیم ترتب زمانیه انه فی الاخره لمن الصالحین عرض ما این بودش که ابراهیم خلیل در اینجا استعداد وجودی صلوح مطلق مرسل نبی ختمی رو نداشت اما فهمیده بود که اون مقام در حقیقت چی هستش چقدر مقام عظیمی است و طلب این مقام رو داشت هر چند عزمش هر چند در حقیقت در اون حد نبود اما طلبش در حقیقت محقق شد و چون این طلب چون غیر از اینکه انبیا مراتب دارند اول العزم من الانبیا هم مراتب دارند یعنی در مراتب ازم درسته مراتب ازم این این مراتب عزم نزدیکترین مرتبه عزم به نبی, مط... به نبی ختمی که اون عزم مطلق است اون مشیت مطلق است نزدیکترین مرتبه به اون مرتبه ای ابراهیم خلیل الرحمن لذا ببینید تو ادعیه تو در حقیقت جاهای متعدد ببینید چقدر ابراهیم ذکر شده دقت کنید سلام بر پیغمبر سلام میدن بعد بر ابراهیم خلیل در حقیقت دائما این بیجهت نیست این مسئله عظیمی است نزدیکترین است لذا در حقیقت خیلی کار میرسه در رابطه با ابراهیم خلیل و اون چی که مربوط به ابراهیم خلیل به خصوص در قرآن کریم آمده یا در روایات وارد شده نزدیکترین افق به اون معصوم مطلقی است که ما قائلی و قرآن کریم این رو به عنوان نزدیکترین افق ارائه کرده لذا احوال او حالات او کارهای او گفتار او ادعیه او دقت بکنید چقدر ادعیه جهانیه چقدر فرازمانیه چقدر نگاهش به الیوم القیامه است نگاه به کتاب حال داشتیم اینا همه نشأت گرفته از اون سعه وجودی اطلاقی ابراهیم است که تأثیر دارد دعوتش الیوم القیامه برخلاف انبیاء دیگه که در حقیقت چی هستن؟ تأثیر دعوتشون تا یه زمان خاصی بوده از اونجا اون تأثیر در حقیقت چی میشه؟ به نبی دیگری واگذار شده دقت میکنید تأثیر ابراهیم خلیل در دعوتش یوم القیامه باقی است لذا حجش اون دعوت هایی که کرده تمام اینها یوم القیامه اجابت دعوت ابراهیمی است و این یه منشأ عظیمی است یه حقیقت بزرگی است بله آقا منافات نداره شیرینی دادن شیرینی بدید بله دست شما یه سلوات هم برای آقای بیگدلی هم که زحمت و کسانی که زحمت کشیدن هم بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد ان شاء الله خدای گشایش ایجاد کنه برای همه مؤمنین ان دست شما درد نکنه بله می‌فرمایید ارز کردم که اون سلوحی که در دنیا داشت سلوح ابراهیمی بود اون سلوحی که در آخرت بهش بیدن سلوحی است که طلبش در وجودش بود اما طلب به فعلیت نرسید بالاتر از سلوح ابراهیمیه مثل که انهو لدینا مزیدی که نسبت به دیگران محقق میشه اما این لدینا مزید مقام اطلاق نیست برا بقیه مقام بالاتر از حد وجودیشونه این لدینا مزید ابراهیم مقام اطلاقه یعنی این در آخرین افق مرتبه امکانی بوده اون مرتبه در حقیقت اطلاقی مشیت مطلقه و عزم مطلق رو در اونجا بهش داده میشه سلوه مطلق براش و این منحصر به سلوه مطلق هم نیست کسی که سلوه مطلق بهش داده میشه کمالات دیگر هم به نحو اطلاقی براش چی میشه؟ لذا اونجا میشه نزدیکترین فرد به نبی ختمی تو بین همه انبیا و بقیه انبیا در کنار ابراهیم قرار میگیرن دقت میکنید بقیه ام هم... بله این مقام تأخیری رو داشته اما در آخرت اینکه بعد از پیغمبر او به پا میخیزه به پا خواستنش چون لحوق داشت در مقام اطلاق به او تبعیست است بقیه در حدشونه اما این اطلاقی است ولی اطلاقی تبعی اطلاقی تبعی غیر از اطلاقی ذاتی میشه برای در حقیقت ابراهیم خلیل بحث بسیار جالبی است البته جا داره جاهای مختلف دیده بشه کار میاد ازش از جهت اعتقادی از جهت اعتقادی نتایج برش مترتبه فقط در یه حد یه بیان علمی نیست لذا میبینید خطابات قرآنی رو در رابطه با اصل دعوت ابراهیم یک اصل اصیلی است که همه رو ارجا داره میده چه اینجا در حقیقت که در آیه بعد میفرماید که ان الله استفا لکم الدین استفا کرد ابراهیم داره میفرماید که و وصا بها ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی یا ان الله استفا لکم الدین یعنی استفای مطلق که برای شما دین رو به صورت مطلق استفا کرد اون دینی رو که به صورت مطلق استفا کرد دینی بود که ابراهیم آورد لذا در حقیقت استفای این دین با استفای ابراهیم و مقام سلوه در آخرتش تطابق کامل داره و همچنین این که می که انهو فی الاخرت لمن از تطابق کامل داره با ازغاله تعلیلش این است ازغال لهو این تعلیل برای چی هستش؟ چرا ابراهیم اگر کسی چند بیان کرد من یرقب ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه و من یرقب هر کسی رو برگرداند نه ملت ابراهیم فقط کسانی که امت او بودن و من یرغب ان ملت ابراهیم من یرغب مطلقه و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه درسته؟ یکی این ادعاست در اینجا یکی ادعای دیگه این است که استفیناه و الدنیا ادعای سوم این است که انه فی الاخرت لمن از صالحین بعد ازقاله تعلیل برای چیه؟ برای این ستا ادعاست از قال له ربه اسلم پروردگارش به او گفت اسلام بیار قال اسلم تول رب العالمین برای تعلیل این تا اگر میخواد در حقیقت این مقام محقق بشه که از قال رهو ربه اسلم پروردگارش به او گفتش که اسلام بیار و او در حقیقت تسلیم شد و او فرمود که و در مقابل حق عرض کرد اسلم طول رب العالمین این بیان در حقیقت اسلام به معنای چی میشه؟ این تسلیم به معنای چی میشه؟ تس... تسلیم مطلق. نه اسلام به معنای تسلیم شدنی است که مراتب اسلامه. این تسلیم به معنای چی هستش؟ اطلاقیشه. از قال الله ربه اسلم که پروردگار او به او میگه اسلام بیار، اونم پیغمبری که این همه مراتب رو طی کرده، دین رو به او داده، به او میگه اسلام بیار. درسته؟ و او هم در حقیقت تعبیر اسلم تو رب العالمی چقدر تعبیر زیباست با اینکه حالا مرحوم علامه توضیح میدن مقام مقام تخاطب بوده مقام مقام سر بوده مقام مقام مسامره و گفتگوی در شب وحدت تنهایی بوده اما جواب ابراهیم از حالت خطاب به حالت چی میاد؟ خدا میفرماید که اسلم خطاب مخاطبه است که در حقیقت خدای تعالی اسلم به او میگه اسلام بیار در حالت خطابه چون امر دیگه اسلم قال اسلم تو لرب العالمین قایب وورده یا ورده یا نیورده. چقدر ادب عبودی هم رعایت شده که خودش رو در مقام کوچکتر از اون دیده که جواب رو در مقام مخاطبه با رب بده یعنی این ادب عبودی که تو لرب العالمین نه اسلمتو تو لک میتونست بگه اسلمتو تو لک به شما ایمان آوردم درسته؟ اسلام آوردم اما نه اسلمتو تو لک اسلمتو تو لرب العالمین یعنی فاصله من کجا؟ فاصله رب کجا؟ و غیر از اون تعبیر در حقیقت رب العالمین که اسلمتو تو لرب العالمین تعبیر خیلی بلنده یعنی شهود ابراهیم در تسلیم مطلق بودن شهود همه عالمه یعنی همه عالم رو تسلیمشون رب العالمین داره میبینه اسلم تو رب العالمین این تسلیم من به همراه تسلیم همه عالمه داره این شهود رو بیان میکنه ببین هم ادب عبودی توش رعایت شده هم بیان معرفتی دقیق توش رعایت شده چقدر در حقیقت نکته تحت آیات خوابیده و چقدر ابراهیم مقام عظیم بوده که خدای تاک داره اینها رو برای پیغمبر اکرم شکار میکنه همه رو به عنوان ترین در حقیقت بیانات نقل میکند حالا اینجا تو توضیح ایشالا اینا رو توضیح میدهد دیگه اگر حالا تو این بیان بیان دیگری باشه ایشالا تو مطر خدمتون هستیم بیانون قول و و من گرغبو ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه بله فرمایش داشتین الرقبه اذا ادیت به ان افادت معنی الاعراض و نفره و اذا ادیت به فی افادت معنی شوق و که اساسش تو شوق و میله درسته اما شوق و میل اگه به زمینه تعدی به حرف ان شد وقتی میشه؟ شوق و میله از او یعنی جدا شدن درسته میشه نفرت میشه منافرت اعراض لذا میفرماید که اصلشو رو معنا شوق و صفحه یعتی متعدیان و لازمان هم به صورت متعدی هم به صورت لازم و لذالکه ذکر بعضهم ان قوله نفسه مفعول لقوله صفحه و ذکر آخرون انه تمیز لا مفعول و المعنا علا ای حال چه مفعول بگیریم چه تمیز بگیریم ان الاعراض ان ملت ابراهیم من هماغت نفس و عدم تمیزها ما ینفعها مما ما یزرها که این صفاحت یعنی عدم تمییز ما و از ما و همچنین حماقت یعنی حماقت خلط کردن تشخیص ندادن صفاحت تشخیص ندادن دقت کردید خالص رو از کدر جدا نتونستن بکنن چون اینجوری میشه این صفیح در حالی که خدای تعالی تعالی الحمها فجورها و, الحم ها، فجور ها و تقواها اگر کسی این رو مرتکب شد پس معلوم میشه که این اتمام و حجت براش تام بوده اینجور نبوده که بچه صفیح باشد از ابتدا بچه صفیح نیست صفاحت در بچه راه ندارد صفاحت به کسی اطلاق میشه که توانایی داشت و به کار نگرفت یا خراب کرد و ضایع کرد توانایی رو لذا در حقیقت سفیه نیست بچه دقت میکنید بچه مقداری که تمایز رو تمیز رو میتونه داشته باشه به همون مقدار عقل دارد و به همون مقدار صفاحت نیست نسبت به همون مقدار هم میشه اگر انجام نداد صفاحت رو بهش نسبت داد نه اینکه صفاحت رو به صورت مطلق اونم در مقابل دین ابراهیم بعد میفرماید که و عدم تنفیز تن، تمیز ما ینفع ها من و من حاضح الآیه یستفاد و معنا ما ورد فی الحدیث که ان العقل ما عبد به الرحمن که این هم تعبیر زیبایی، که ان العقل ما عبد به الرحمن که در اصول کافی این بحث رو در حدیث عقل مفصل عرض کردیم که این عقل عملی و اون صفاحت هم میشه صفاحت چی؟ عملیه در مقابلش ان العقل ما عبد به الرحمن یعنی این عقل عملی انسان رو به صورت عبودیت به سمت عبودیت حضرت حق و تشخیص و تمیز در خلاص بد از خوب چکار میکنه انسان رو انسان رو آگاه میکند مطلع میکند و انسان رو به سمت خوب مایل و از سمت بد چیکار میکند جدا میکند این عقل عملی انسانه که بد و خوب رو برای انسان و دور شدن از بد رو و نزدیک شدن به خوب رو ایجاد میکند لذا میفرماید که ان پس صفاحت در مقابل این هم میتونه صفاحت در مقابل عقل نظری باشد هم صفاحت در مقابل عقل عملی باشد هم صفاحت به معنای مطلق باشد در مقابل عقل عملی و عقل نظری منتها چون من صفحه نفسه و ملت ابراهیم دین ابراهیم فطریه کسی که در مقابل این دین فطری از او راقب و رویگردان باشد این در حقیقت تو مرتبه عقل عملیش در حقیقت از ابتدا خدشه است تمیز اولیه او در حقیقت چی شده؟ خدشه دار شده قول و تعالی و لقد استفایناه فد دنیا الاستفا, اخذ و صفت و شیعه و تمیزه و انغیره از اختلطا استفا یعنی اون چکیده و خالص شی رو بگیرن صفه شی رو بگیرن و تمیز بدن اون رو از غیرش از اختلط ها وقتی مخلوط شده مخلوط دارد و ینطبق یعنی هذا المعنا پس اگر ابراهیم رو در دنیا استفا کرد یعنی از بین انسان ها که خوب و بد قاطی شده بود و انسان هایی که خوب و بد در وجودشون بود و انسان های خوب و بد در عالم بودن ابراهیم در بین همه اونها صفوه بود یعنی انسان محض بود استفای او یعنی انسانیت محض مستفا شد اونی که حقیقت انسانیت استفا پیدا کرد استفای از شوب از کدورت این صفوه است چکیده است خلاصه است درسته این در حقیقت گزیده است این یعنی چی گزیده و چکیده یعنی حقیقت انسانیت استفای هر نبی یعنی حقیقت انسانیت منتها با مراتب حقیقت انسانیت که در انبیا محقق بوده این تعبیر دقیقه ها حقیقت انسانیت رو از غیر انسان جدا کردن اون چه که غیر انسان است رو جدا کردن میشه استفاله از انبیا انسان بودن اگر نسبت مثلا به نبی ختمی میگن انسان العین و عین الانسان این در حقیقت تبیینی از این بیانه که اون حقیقت انسان میشه دیگی به صورت مطلق میشه لذا انسان مطلق میشه نبی اکرم انسان مطلق میشه نبی اکرم نه انسان ماهوی انسان مطلق بله بعد میفرماد که و ینتبق هازل معنا به نظر مقامات الولایه اگر به لحاظ مقامات ولایتی که تعبیرات چیزی است که مرحوم علامه برش اصرار دارد مقامات کمالی که برای انسان ایجاد میشه رو در تحت یه سری مراتبی ایشون شمرده اسمش میذاره اینا رو مقامات چی ولایت یعنی ولایت رب نسبت به عبد ولایت رب نسبت به عبد هرچند ولایت طرف نیست یعنی ولایت رب نسبت به عبد میشه ربوبیت و ولایت عبد نسبت به رب میشه عبودیت لذا ولایت طرفی نیست دو طرف دارد هم خدای تبارک تعالی الله ولی الذین آمنو هم اولیاء الله داریم که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم هم یه سری ولی خدا هستن هم یه سری در حقیقت خدا ولی اونهاست هر دو طرف صدق میکند مقامات ولایت یعنی همینجا یعنی اون که ولایت خدا نسبت به اینها محقق میشه و ولایت اینها نسبت به خدای تعالی محقق است در طرف عبودیتش نسبت به بنده است در طرف ربوبیتش نسبت به حضرت حق است لذا میفرماید که به نظر الا مقامات الولایه الا خلوص العبودیه استفا وقتی که به مقامات ولایت نگاه بشه خلوص عبودیت یعنی از طرف بنده خلوص عبودیت یعنی مقام مخلص خلوص عبودیت یعنی مقام مخلص چون پای عبد هنوز در کار دیگه این پای مخلص بودن عبد در کار است که علا خلوص العبودیه و هو ان یجر العبد فی جمیع شعورهی علی ما یختزیه مملوکیته و عبودیته من تسلیم صرف لربه که تسلیم صرف میشه برای پروردگارش که میشه مقام خلوص در عبودیت مقامات ولایت و هو تحقق به دین فی جمیع شعور فان الدین لا یشتمل الا بر دو چیز الا مواد العبودیه فی امور الدین و بیان میکنه که چه چیزهای عبودیت هست در دین مواد درسته مواد عبودیت در امور دنیا و آخرت و دوم و تسلیم ما الله و ما یرزاه الله العبدهی فی جمیع اموره و اون چه که در حقیقت خدای تبارک تعالی رو راضی میکند در همه امور کما قال الله تعالی ان الدین عند الله الاسلام که این تسلیم مطلق است ان الدین عند الله الاسلام یعنی تسلیم مطلق عوامر الهی شدن نه اسلام به معنای تسلیم اولی اونم یه مرتبه از این البته ان الدین عند الله الاسلام که لذا همه انبیا دینشون دین چی هستش به این معنا دین اسلام این اسلام به معنای عامه اسلام به معنای عام یعنی تسلیم نه اسلام به معنای دین اسلامی که اختصاص خاصی دارد ان الدین عند الله الاسلام لذا از همه این تسلیم رو خواسته فظهر ان مقام الاستفا هو مقام الاسلام به عینه و یشهد بذلك قول تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلم تو لرب العالمین حالا معلوم میشه که این مقام اسلام چقدر عظیم میشه با این نگاه که عبودیت محضی خالصه میشه لذا استفای با این رب پیدا میکنه یا نه؟ این نوف الاخرت لمن السالیم با این رب پیدا میکنه یا نه؟ و همچنین در حقیقت چی من یرقب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه با این ربط پیدا می پس هر سه اون ادعاها و مدعایی که خدا نسبت به ابراهیم مطرح کرده با از قال الله ربه اسلم قال اسلم رب العالمین تعلیلش میشه این علت اونها میشه این پس این علت اونها میشه فإن الظاهر أن مقام الاستفاه هو مقام الاسلام به و يشهد بذلك قوله تعالى إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فإن فا الظاهر النذر ان متعلق بقوله استفاهنا استفاهنا یعنی إذ قال یعنی از استفاهنا إذ إذ قالا إذ قالا برمیگرده به چی إذ قالا برگرده به استفاهنا به معنایی یا بفرمایید که غیر از برگشتن اصلا إذ قال چی باشه تعلیل باشه اصلا نه فقط زمانی که اینجوری فرمودند که از زمان بشه و ظرف زمانی باشد و ظرف زمانی تعلق بخواد به متعلقش بلکه به صورت تعلیلی باشد این تعلیلی باشد البته حرف دقیق‌تر و سنگینتر از اونم میشه شامل قبلی هم میشه لذا میفر فیکون المعنا ان استفاعه انما کان هی نقال رب قال له ربه رب یا بگیم ان استفاعه هی نقال ربهوه که هی نقال ربهو باز علت بیان این زمانی است که اینجوری فرمود که این اگر اگرم به این رسیدید که از قال له ربه رب اسلم تعلیل همین بیان از توش نتیجه واحد میشه از دوتا اسلم فاسلم لله رب العالمين فقال او اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين به منزلت تفسیر لقوله استفایناه یعنی بیان اون است که استفایناه یعنی چی انه في الاخره لمن الصالحين یعنی چی یرقب ان ملت ابراهیم کسی که مقابل این قرار اینا یعنی چی حقیقتش برمیگرده از له قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمين میشه تفسیر او و فل کلام التفات من التكلم الى الغیبه فی قوله از قال له ربه اسلم ولم لم یقل از قلنا له اسلم فرمود که از قال له اولین التفات کجا محقق شده قاله که قایبه این یه التفات از قال له ربه اسلم با اینکه قبلش حالت چی بود تکلم بود استفیناه ما او را دقت میکنی استفینا استفینا حالت تکلم داشت استفعیناه بود میفرماید که ولم یقول از قلنا همچنان که فرمود بود استفعینا چرا نفرمود قلنا فرمود که قال له این تکل از تکلم به غیبت و التفات آخر من الخطاب الى الغیبه که عرض شد فی المحکی من قول ابراهیم قال اسلمت لرب العالمین نفرمود اسلمت تو لک که اینم یک التفات دو تا التفات در اینجا محقق شده ولم یقل قال اسلمت تو اما الاول فنکته فی الاشاره الى انه کانه سرا استسر به ربه اذ اسره اليه یه چند تا سر دیگه می آورد خب بود سرا استسر به ربه از اسره الیه این سر است که این در مقام و مرتبه اون رابطه سر است که استسر به ربه که ربش در حقیقت ربش در کار کرده با او در این مقام سر در حقیقت به مخاطبه پرداخته بوده از اسره الی وقتی که داشت این سر رو در حقیقت به سوی او بیان میکرد فیما فی ما خلابه در اون جایی که در مقام خلوت با او بود مقام تنهایی با او بود فیما ما خلا به اون سر معهو فیما ما خلا به اون سر مع ابراهیم فا این مخاطب المخاطب اتصالا بالمتکلم این رابطه است فا ازا قاب عن انصفت حضوره وقتی الان داره این رو برای نبی ختمی بیان میکنه چی هستش این که داره برای مقام ختمی بیان میکنه دیگه اون مقام حضور ابراهیم دیگه الان نیست در مقام تکلم از او به صورت قایب ذکر میکند فإن للسامع المخاطب اتصالا بالمتكلم فاذا قاب المتكلم عن صفت حضوره یعنی دیگه الان مقام تخاطب و با ابراهیم نیست ان المخاطب عن مقامه و کان بینه و بین مال المتكلم من الشأن و القصه سطر مزرو فافاد ان القصه من مسامرات الانس و خصائص الخلوه این از خصائص چی بوده خلوت خدا با ابراهیم بود و از مسامره گفتگوی در شبه محادثه در شب و گفتگوی در شب رو میگن مسامره در حقیقت مسامره این از مسامرات الانس از گفتگوهای شبانه انس است و از خصائص خلوت هست لذا الان که وقتی داره اینو به صورت عموم بیان میکنه مقام از اون مقام خلوت اومده تو مقام جلوت لذا میشه مقام در حقیقت غیر حالت خطابی و تکلمی التفات بیان این رو داره میکنه و اما ثانی اما التفات دوم چی هستش فلان و تعالی از قال له ربه اسلم از قال الله ربه یفید و معنی الاختصاص باللوت والاسترسال و استرسال فی که این در حقیقت تو این حالت سرگویی در این حالت استرسال میتونست استرسال داشت ابراهیم یعنی ابراهیم میتونست در این حالتی که سر با او گفتگو شده جواب رو تو حالت سر بده یعنی خدا بگه از قال الله اسلم ابراهیم هم بگه اسلم تلک استرسال داشت دستش باز بود چون مقام چی بوده مقام سر است درسته اما لاکن ادب الحضور اینجا اختیار داشت ابراهیم اختیار کرد چی را ادب حضور را لاکن ادب الحضور کان یک من ابراهیم و هو عبد علیه تابع الذلت و توازو بر او مهر ذلت و تواضع خورده تابع مهره بر او تابع ذلت و تواضع خورده که الله یسترسل عبد در مقام ارتباط با رب هیچگاه مرسل نیست هیچگاه آزاد نیست بنده محض است و ذلیل محض است لذا اگر امام سجاد علیه السلام در روایت می در اون دعای عرفه امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه الهی انا اقل الاقلین ازل الازلین که این ذلت محض رو میابد خب معلومه هر کسی عبودی، عبودیتش عالی تر باشه نشانه از چی هستش؟ یافت ربوبیت محضه یعنی هر چقدر ربوبیت در وجودی آشکارتر باشه عبودیت در اون وجود چیه؟ شدیدتره تناسب بین این دوتا مستقیمه عبودیت شدید سازگار با ربوبیت شدیده شناخت ربوبیت شدیده لذا ابراهیم در مقام محض عبودیت میابد که تابع زلت بر او خورده مهر زلت بر او خورده لذا جوابش مطابق با این است که تابع و زلت و توازو ان لا یسترسل مطلق نباشد ولا اد نفسه مختصن این رو از خودش نمیبینه که خدای در مقام مصاره داره با او به کرامت صحبت میکنه کرامت رو از خودش نمیبینه لذا ولا یعد نفسه مختصا به کرامت القرب متشرفا به حضیرت الانس میگه من کی هستم که بخوام در اون مقام انس من رو در حقیقت خدا مخاطب قرار داده لذا خودش رو در جواب جواب عب عبیدانه میده جواب در حقیقت عبید نسبت به خدای تبارک و داده میشه بل یراها واحدا من العبید از الله المربوبین فیسلم الرب یستکین الیه جمیع العالمین اونم در حقیقت حتی رب خودش رو خطاب نمیکنه که بگه اسلمت تو لربی دقت میکنه دقت یا از چقدر اونم خودش رو فانی در آنچنان میبیند که در همه نظام وجود که رب دارند در اون رب خودش رو میبیند که فیسلم لرب یستکین و الیه جمیع العالمین همه به او محتاج هستند فیقول و لرب العالمین غیر از اون که این موتن در عین اینکه ذلت در این حال یک شهود عظیم است که اسلمت لرب العالمین یعنی همه عالم رو چی میبینه؟ تسلیم میبیند که خودش رو به همراه همه عالم تسلیم اون رب میبیند که این هم علاوه بر اینکه یه عبودیته از کنایه از یک عظمت هم هست منطور نه عظمت در مقابل رب عظمت در مقام شهود دیگه وقت مثلی که گذشته بله سؤال عرب اگر میخواست نگه اون خطاب عبودی محقق نبود اونجا میگه اسلم یا باید ساکت باشه جواب نده درسته؟ یا باید جواب بده به عنوان عبد وقتی میخواد جواب بده به عبد باید بگه اسلم تو این, این مقام عبودیته لذا کسی که در مرتبه فناس وقتی میبیند در مقابل رب و خطاب رب جواب عبیدانه میده نه سکوت بکنه و ملغا بذاره جواب رو که اگر جواب رو ملغا بذاره این خودش چی هستش؟ این خودش یک نوع در حقیقت عدم عبودیته <applause> مثل جریان عیسی علیه السلام که وقتی خطاب بهش شدش که انت تعمر و تعمر و چی؟ آیه چی فرماید؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهی نسنین سکوت نمیکنه میگه الهی این کنت قلته فقط علمته نمیگه حتی نگفتم در مقابل این سوال نه در حقیقت خلاف عبودیته نمیگه نه من نگفتم میگه الهی این کنت قلتهو فقط علمته اگر من گفته بودم شما حتما میدانستید چقدر تعبیر عبیدان است چقدر تعبیر ادب عبودی توش سر تا پاش خوابیده و این این میشه یاد گرفت این میشه تعلیم این میشه یاد رابطه با خدا عبودیت از اینجا جهانش نشأت میگیره که رابطه رو در اوج عزت چه جور جواب میدن ان شاء الله خدای تعالی حقیقت عبودیت رو در همه وجود ما محقق بگرداند به, به برکت صلوات بر محمد و آل محمد